تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گام به گام با گوشه ای از الفاظ قرآن آشنا شیم. از اول قرآن که شروع کردیم به کلمه ایاک نعبد و ایاک نستعین رسیدیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یه خود با این کلمه آشناتر بشیم. ایاک نعبد، خدایا تنها تو را میپرستیم، و ایاک نستعین، فقط از تو کمک میخواهیم، از تو یاری میجوییم. خب انسان به حکم عقل باید بنده خدا باشه. چرا؟ چون انسان عاشق کماله، نیاز به رشد و تربیت داره. خدا هم جامع کمالاته، هم مربیه. پس کجا میریم؟ انسان ظرف خالی نیست، انسان یه گرایشی درشه، یه گرایش باید هدایت بشه. مثل معده غذا میخواد، اگر غذای خوب نخوره غذای فاسد میخوره. چشم میخواد ببینه، اگر خوبی ها رو نبینه بدی ها رو میبینه. زبان حرف میزنه، اگر حرف حق نزنه حرف یابه میزنه. انسان بی معبود نمیشه، انسان بدون پرستش نمیشه، انسان بدون عشق نمیشه. عشق و پرستش در نهاد انسان هست. من رفتم یکی از کشورهای کمونیست، در یک مجتمع فرهنگی بازدید کنم، بچه های کمونیست سرود میخوندن. به رهبرشو میگفتن، رهبر عزیز، حالا اسم رهبرشو نمیبرم. عشق ما به توست، ستایش ما از توست. اینا جمله جمله میگفتن با همون زبون و این مترجمین برام ترجمه میکردن. ما فقط به تو عشق میبردیم، ما فقط تو رو دوست داریم. نان ما از توست، آب ما از توست، آزادی ما از توست، سلامتی ما از توست. اینقدر اینها هی تو سرودشون این جمله ها رو میگفتن. من همونجا که جملات میشنیدم، عجب، ما همین جمله ها رو نسبت به خدا میگیم. بگیم خدایا الحمدلله، حمد و ستایش مال توست. رب العالمین، تو همه هستی رو داری تربیت میکنی. الرحمن الرحیم، به همه هستی رحمت و لطف سرازیر است. مالک یوم الدین، سرنوشت همه به سوی توست. مالک قیامت هستی. یعنی اگر کسی در مقابل خدا ستایش نکند، در مقابل انسان ستایش میکنه که اترس پشه میره تو پشه بند. اگر در مقابل خالق هستی ستایش نکنه، در مقابل رئیس جمهورای ستایش میکنه که همه رئیس جمهورا جمشن. قرآن بخونم، میگه اگر همه رئیس جمهورام جمشن، لن یخلق ذبابا، یا مگس نمیتونن خلق کنن. و اگر یه مگس یه چیزی ورداش فرار کرد، همه رؤسای کشورها عقبش بدوان، نمیتونن اون از دهن مگس پس بگیرن. ضعف الطالب و المطلوب. فکر نکن مگس دویه، اونم در دنیای خودش ضعیفه. یعنی همین مگسی که این همه جیغ میزنه، هیچ حیوانی به اندازه مگس داد نمیزنه، همش ویز ویز میکنه. زمستون تابستون، رو تلخی رو شیرینی، رو نجسات رو پاکی، رو پیشونی رو کف پا، رو کله شخصیت رو کله غیر شخصیت، همه جا میشینه شب و روز، دائما ویز ویز میکنه. یه معده کوچیک هم داده برای روزیش، هی ویز ویز میکنه. آخرش همین معده ویز ویز کن خوراک عنکبوت میشه. با اینکه عنکبوت هم حیوانیه، کنار تاقچه، کنار تاق هیچی نمیگه. این با همه حرکتش سید همون عنکبوت میشه با اون سکوتش. قدرت نمایی. خدا میخواد بگه به تلاش زرنگی نیست. یه وقت میبینه همه زرنگا اسیر یه ساکت میشه. ایاک نعبد، فقط بنده تو. کسی دیگه از خودش چیزی نداره. همه رفتنیان. همه رفتنیان. شما میری قبرستان میبینه او چقدر پهلوان خوابیده، چقدر دانشمند خوابیده، چه جوان. عکسایی که آدم میبینه، عکس جوانا بیش از پیراست. چه جوانای شیکی، چه آدمای پولداری، زورداری، انوانداری، تموم شده رفت.
حتی نام نیک هم میپره. امروز خیابون رو به اسم میکنن، فردا اسم رو میدن اسمش رو عوض میکنن، خلاص. الان شما چه پا حرف من هستی؟ اگر پدر و مادر سالمن هستن، خدا طول عمرشون بده. اما اگر پدر و مادر یا پدر بزرگ یا پدر بالاخره چند پشت قبل مثلا بنده مادر پدرم از دنیا رفتن، خدا همه اموات را رحمت کنند. من قبر پدر و مادرم میدونم کجاست، قبر پدر بزرگم و مادر بزرگم من میدونم کجاست، اما نسل ششم یعنی شش نسل قبل رو میتونم بفهمم؟ نه دیگه، خبر از قبرشون هم ندارم. یعنی بچه‌ها یه قرن دو قرن بگذره قبر ما هم فراموش میشه. سراغ چی میریم؟ ایاک نعبد، فقط باید بنده او باشه، نه بنده زور، نه بنده زر، نه بنده تزویر، نه بنده هوس، نه بنده هوس خود، نه بنده هوس دیگران. ایاک نعبد. عقل میگه بشین فکر کن، دیگران رفتنی هن، بی خود جای دیگه نرو. خدا رحمت کند مطهری رو، شهید مطهری آمده بود کاشان، من در خدمتش بودم، به من میگفت آقای قرائتی این دعا رو هر روز بخون. میگفت دعا مال ماه رجبه، اما تو هر روز بخون. دعا اینه: خواب الوافدون علا غیرک، باختن اونها که با غیر خدا وصلت کردن. خواب یعنی باختن، وافدون اونها که وارد شدن، علا غیرک اونها که بر غیر تو وارد شدن باختن. و خسر المتعرضون الا لک، خسارت کردن و ضرر کردن اونها که در خونه غیر تو رو زدن و متعرض غیر تو شدن، همه باختن، همه باختن. ایاک نعبد توکل علی الحی الذی لا یموت، به خدای توکل کن که نمیمیره، باقی ها میرن. انی لا احب الافلین، باقی ها محو میشن، غروب میکنن، زوال پذیرن. ایاک نعبد، اول نماز ستایش میکنیم الحمدلله. چرا؟ خدا رب العالمین، خدا رحمان است، خدا رحیم است، خدا مالک یوم الدینه. خب اگر خدا این رقمه پس کجا میری؟ ایاک نعبد، دل بکن دیگه، ایاک نعبد. بعدم نمیگه ایاک اعبد، حتی اگر تنهایی هم نماز بخونی انگار نماینده همه مسلمان هستی، یعنی همه ما بنده تو هستی. بعدم نمیگه نعبد و ایاک، میگه ایاک نعبد، یعنی فقط تو. یه وقت میگم دوست دارم شما رو، خب دوست دارم شما رو یه معنا داره، معناش اینه که ممکنه کسی دیگرم دوست داشته باشم. دوست دارم شما رو به کسی دیگه میگی که شما رو هم دوست دارم، شما رو هم دوست دارم. اما یه وقت میگی فقط تو رو دوست دارم، یه کسی دیگه نه. ام گفت نعبد و ایاک، یعنی بنده تو هستم. ممکنه آدم بنده شهوت و شهرت و مقام و پول و اینا باشه، اما وقتی میگیم ایاک نعبد یعنی فقط بنده تو، نه بنده هیچ کس. ایاک نعبد. از ایاک نعبد پیداست که اصل در نمازم جماعته. نماز فرادا باید حالت استرازی باشه، سعی کنیم نمازمون رو با جماعت بخونیم. اگر یکی به یکی اختلاف کنه، یه پیش نماز نماز جماعت یه نفری، امام یکی، پس نمازم یکی. اگر یکی به یکی اختلاف کنه 75 برابر، دو تا که شد بیشتر، سه تا که شد، چهار تا که شد، به 10 تا که رسید دیگه تا بی‌نهایت. نماز جماعت به 10 نفر که رسید دیگه نهایت نداره، مثل انگشت. شما اگر یه انگشت داشته باشی باش تلفن میگیری، یا شماره میزنی، یا با یه انگشت تلفن میگیری. دو تا انگشت داشته باشی سطل ماست بالا میکنی، سه تا داشته باشی پیاز و سیب زمینی برمیداری، پرتقال برمیداری، چهار تا داشته باشی سطل آب بالا میکنی، پنج تا داشته باشی آمپول میزنی. همینطور هر انگشتی اضافه بشه بیشتر میشه تا 10 تا. به 10 تا که رسید دیگه نهایت نداره. یعنی در تاریخ پیدا نشده یه چیزی بگه آقا یه کارگری می‌خواستن 11 انگشته، متأسفانه من چون 10 تا انگشته داشتم من استفاده نکردم. هیچ کاری در طول تاریخ بشر پیدا نشده که به 11 انگشت نیاز داشته باشه. یعنی به 10 تا که رسید دیگه محدودیت نداره. نماز جماعت هم به 10 تا که رسید دیگه محدودیت نداره، به خصوص اینا که خونه‌شون بغل مسجده. حدیث داریم لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی نماز اینها که کنار مسجد همسایه مسجد هستن، که حدیث داریم تا 40 تا خونه انسان همسایه است. همسایه مسجد حیف مسجد شد نماز شد خونه بخونه. البته مسجدان باید نماز جماعت طولش ندن، بین دو نماز حتی استخاره نکنن. اگر کسی بنده میان پیش نماز میشم گاهی میگن آقای استخاره کن، میگم ای آقا که استخاره میخواد
یک دقیقه وقت میگیره، اون 200 نفر پشت سر من معطلن. چرا؟ به خاطر یک نفر حق 200 نفر از بین بره. تعبیر خواب مسئله هر نمازها پشت سر دادن در حد تعقیبات از زهرا، اونم از بس ثواب داره. که اگر کسی 34 بار الله اکبر بگه، 33 بار الحمدلله بگه، 33 بار سبحان الله بگه، ثواب 1000 رکعت نماز داره. اونم یکی دو دقیقه بیشتر طول نمیکشه. ایاک نعبد، از نعبد نون نعبد، وگرنه میگفتیم ایاک اعبد و ایاک استعین، متکلم وحده میگفتیم. این میگیم نعبد و نستعین، یعنی نماز باید با جماعت باشه. خب پرواز معنوی عبارت از این است که اول ثنا کنیم رب العالمین، الرحمن، الرحیم، بعد ارتباط برقرار کنیم، ایاک نعبد ارتباط برقرار میکنیم، بعد دعا میکنیم، میگیم اهدنا الصراط المستقیم. یعنی مراتب پرواز سه مرحله داره. اول از خدا تجلیل کنیم، بعد با خدا ارتباط پیدا کنیم، بگیم ایاک نعبد، بعدم از خدا استمداد کنیم که اهدنا الصراط، خدای ما را هدایت کن به راه مستقیم، که در آیه بعد میگیم اول بندگی کنیم، بعد از خدا حاجت بخوایم. ولی اول میگیم ایاک نعبد، یعنی بنده تو هستیم، بعد از خدا استمداد می‌کنیم، میگیم ایاک نستعین. اول نعبد بعد نستعین، یعنی اول بندگی بعد کمک خواهی. بندگی فقط در برابر خدا بود بشه، میگیم ایاک، یعنی فقط تو رو بندگی میکنیم. ما قوانین هم قبول داریم، بالاخره جاذبه، دافعه، قوانین قبول داریم، ولی بنده قوانین نیستیم. بنده کسی هستیم که این قوانین را در طبیعت جاسازی کرده. ایاک نعبد فقط بنده تو. اگر قانون هم جاذبه ها، دافعه ها، ترکیبات شیمیایی، اگر یک قدرت ها و انرژی هایی در طبیعت هست، اونو تو گذاشتی. اگر این دکتر فهمید و نسخه خوب داد و دارو عمل کرد و من مرضم خوب شد، بازم باید بگیم ایاک نعبد، تو بودی که به دکتر فهموندی، به دکتر الهام کردی که مرض من چیه، تو هستی که اثر در دارو گذاشتی. ایاک نعبد، یعنی قوانین طبیعی رو قبول داریم، اما بنده قوانین طبیعی نیستیم. ایاک نعبد، گرچه عبادت از ماست، ولی عبادت کردن هم نیاز به کمک داره. ما میگیم ایاک نعبد، ما بنده تو هستیم، اما بدون کمک تو نمیشیم. داریم که و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگر تو من هدایت نمی‌کردی که نمیتونستم بنده تو باشیم. به حول الله و قوته اقوم و اقعد، من اقوم خودم پا میشم، من اقعد خودم میشینم، خودم پا میشم، خودم میشینم، اما به حول الله و قوته، با حول و قوه الهی، با نیرویی که تو دادی، من پا میشم و میشینم. ایاک نعبد، من عبادت میکنم، اما به خاطر که ایاک هستین، با استعانت تو من موفق میشم عبادت کنم. این آیه به ما میگه نه جبر نه تفویض، جبری تو کار نیست، چون خودم تصمیم میگیرم. ایاک نعبد، من بندگیم، پس چون من بندگی میکنم اختیار دارم، منتها همه کارم من نیستم. ایاک هستین، مثل راننده ماشینی که میره آموزش رانندگی بگیره، این شاگردی که رفته رانندگی یاد گیره، او گاز میده تو ترمز میده، اما بغل دستش هم گاز ترمز داره. اگر گاز میدم ماشین میره، او میخواد، اگر نخواد من هر چی گاز بدم، اون مربی من اونجا نشسته نگر میداره ماشینو. درسته من مجبور نیستم، با اراده خودم ایاک نعبد، من بندگم، اما این بندگی منم بنده بینه که تو بخواهی، اگر تو نخواهی منم بخواهم نمیشه. خب عبادت مقدمه و وسیله استمداده. اول میگیم ایاک نعبد، اول عبادت، بعد استمداد. شناخت خداوند و صفات خداوند مقدمه دستیابی به توحید و یکتاپرستی. اگر کسی خوب خدا رو بشناسه، بشناسیم که خدا رب است، خدا الرحمن است، خدا الرحیم است، خدا مالکه. اگر با خداوند و ذات خدا و صفات خدا آشنا بشیم، در خونه کسی دیگه نمیریم، صاف میگیم ایاک نعبد. حالا که همه کار تو هستی، پس ایاک نعبد. توجه به معادمی که از انگیزه هاست، چون میگیم مالک یوم الدین، خدا روز قیامت به حساب میرسه، پس اگر قیامت در کارم با اون، پس ایاک نعبد، بریم در خونه او. یعنی کلمه مالک یوم الدین هم مقدمه میشه برای ایاک نعبد. همین مقدار بسه، دعام تو همین کلمه باشه. خدای تو رو به حق اونهایی که
وقتی گفتن فقط بنده تو هستیم راست میگن. آخه بعضیا میگن ما فقط بنده تو هستیم، بله بنده هر کس و ناکس دیگه هم هستن، بله قربانگوی هر کس و ناکس دیگه هم هستن. خدای با آبروی اونهایی که ایاک نعبدشون صادقانه بود، ما را در ایاک نعبد و ایاک نستعین صادق قرار بده. واقعا تو رو بپرستیم، واقعا از تو کمک بخواهیم. و السلام علیکم و رحمت الله.